السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان عزیز، خوش آمدید به برنامه نو امروز. انشاءالله که همه شما در هر جایی که باشین جان و جور صحت در امن خدا باشین. امروز ما در باره ارتباط با خدا از طریق طبیعت صحبت داریم. زندگی در قرن 21 بسیار پویا و سریع است و در این مسیر سریع مشاغل، خانواده، دوستان، سرگرمی ما آنقدر ما را میبلد که ما با سختی زمانی برای توقف و خیره شدن به محیط اطرافمان و تفکر در خلق آسمانها و زمین داریم. در نتیجه روح ما در برابر آیات خداوند که هر لرزه هر روز در اطراف ما هست و حتی وقتی که آنها را میبینیم در واقع آنها را نمیبینیم، به هر حال اقلن با لنز معنوی خود. بنابراین ما یکی از اساسترین راه های ارتباط با خداوند جل جلاله از طریق طبیعت را که یکی از قوی ترین تصفیه کننده های روح اینجا شده از دست میدهیم. خوب دیگر نخیر، انشاءالله برای این که طرز فکر خود را به گونه تنظیم کنید که دفعه بعدی که برای قدردانی از محیط خود متوقف می شوید و یاد خدا و سخنان او در کتابش در مورد آن بیفت و به این ترتیب آن لحظه تفکر برای شما به یک عمل تبدیل می شود، ذکر و عبادت که در آخرات پاداش خواهید گرفت. موضوع اول، آیات خدا. کلمه آیات در زبان عربی اساساً به معنای نشانه ها، معجزه ها، شواهد، دلایل، تذکرات و غیره است که وجود خدا را تصدیق می کند و خداوند از این کلمه در قرآن برای توصیف طبیعت اطراف ما بیش از حد استفاده می کند. توجه کنید به آیه قرآن که خداوند جل جلاله می فرماید. سوره البقره آیه 164 ترجمه‌اش است: براستی در آفرینش آسمان‌ها و زمین و جانشین شب و روز و در کشتی‌هایی که با آنچی برای انسان مفید است از طریق دریا می‌گذرد و در آب‌هایی که خداوند از آسمان نازل می‌کند و به وسیله آن به زمین حیات می‌بخشد، پس از آن که به جان شده بود و باعث می‌شود که همه انواع موجودات زنده از آن تکثیر شوند و در تغییر بادها و ابرهایی که مسیر مشخص خود را بین آسمان و زمین میچرخانند، در همه این ها نشانه های از صفات خداوند هست، در حقیقت برای افراد است که از عقل خود استفاده میکنند. هدف اصلا اینجا از آسمان، پرندگان و ابرها، رد و برق و باد و باران، دریا، کوها، درختها، خورشید، ماه، ستارگان، هر قسمتی از طبیعت که ما را احاطه کرده است، فصلی که شیوه زندگی ما را شکل می دهد، اجرام آسمانی که ساحتهای ما را هدایت می کنند، هر یکی از آنها این توانایی را دارند که وجود و قدرت خدا را به ما یادآوری کنند. اگر فقط چند لحظه به افکار در حال مسابقه خود بیندیشیم، با بازتاب دهیم و تفکر کنیم. موضوع دوم، آسمان. خداوند جل جلاله در سوره الملک آیه 3 و 4 می فرماید: و اوست که هفت آسمان را بر یکدیگر آفرید، شما نمی توانید هیچ نقص در خلق رحمان ببینید. سپس دوباره به آسمان نگاه کنید، آیا می توانید شکاف مشاهده کنید؟ سپس بارها و بارها نگاه کنید، بینایی شما در حالت تحقیر و فرسوده به شما باز می گردد. در این سوره، سوره الملک آیه اول، خداوند جل جلاله می فرماید: آفرینش کامل است زیرا خالق کامل است، خوشا به حال او که فرمان روایی در دست اوست و او قادر به انجام همه چیز است. وقتی که به آسمان نگاه می کنید، به چی چیز فکر می کنید؟ آیا از آبی بودن آن تعجب می کنید؟ آیا تا به حال به این واقعیت فکر کرده اید که به نظر می رسد سقف روی زمین است؟
اما هر کسی که دانش فیزیک داشته باشد می تواند بگوید که زمین با بقیه کهکشان پیوسته است و هیچ بخش آنها از هم جدا نمی کند. اما سپس با دقت اگر نگاه کنید شما هیچ شکاف مشاهده نخواهید کرد و نمی توانید از طریق این سقف و فضای خارج برسید. نقطه عمل: دفعه بعد که به آسمان نگاه می کنید لحظه به این موضوع فکر کنید. قلب شما از قدرت خالق شما با حیرت سرازیر می شود. من این را قول می دهم. موضوع دیگر: ما. خداوند در سوره الفرقان آیه 61 می فرماید ستایش خداوند را که آسمان ستارگان بزرگ قرار داده و در آن چراغ و مهتاب درخشان قرار داده است. از همان دوران کودکی شیفتما با شکوه ما بودم و سختی می توانستم خود را از بازگشت بارها و بارها به بالکن و نگاه کردن و آن در شبهای ماه کامل باز دارم. این آفرینش افسونگر خدا همیشه این اندیشه را الهام بخشیده است. اگر خلقت به این زیبایی باشد خالق چقدر زیبا خواهد بود. در حدیث بخاری و مسلم حضرت موسی علیه السلام می فرماید به ماه روشن و ماه کامل نگاه کرد و به همراهان خود گفت بیشک شما همان طور که این ماه را می بینید پروردگارتان را خواهید دید و در دیدن او هیچ مشکل نخواهید دید. در دیگر حدیث، حدیث ترمذی، پیامبر صلی الله علیه و سلم بار دیگر از ما در روایت دیگر استفاده کرد آیا برای دیدن ماه در شب ماه کامل یک دیگر را شلوغ می کنید؟ آیا برای دیدن خورشید یک دیگر را شلوغ می کنید؟ آنها گفتند نه. حضرت موسی علیه السلام گفت مطمئنن شما پروردگارتان را همان طور که ما را در شب ماه کامل میبینید خواهید دید و یک دیگر را برای دیدن او نخواهید مشغول کرد. پیامبر مصطفی صلی الله علیه وسلم همیشه دعا میکرد که پروردگارا من از خودت برای لذت بردن از نگاه به چهره خودت و اشتیاق دیدار با خودت میخواهم. نقطه عمل این موضوع: دفعه بعد که به ماه کامل خیره میشود و شیفته زیبایی آن میشود به این فکر کنید که چقدر میخواهید در میان کسانی باشید که افتخار این را دارند که روز قیامت به چهره مبارک خداوند جل جلاله خیره شوند و سنت ساختن دوها فوق را احیا کنید. موضوع دیگر: باد، ابر و باران. در سوره الاعراف آیه 57 خداوند جل جلاله می فرماید و اوست که بادها را پیش از رحمت خود یعنی باران بشارت می دهد تا وقتی که بارانهای شدید باران می بارند آنها را به سرزمین مرده برسانیم و در آن باران نازل کنیم و برخی از آن میوه ها را به وجود آوریم. ما مردگان را چنین زنده می کنیم شاید به شما یادآوری شود. در سوره دیگر، سوره النور آیه 43 خداوند جل جلاله می فرماید آیا نمی بینید خدا ابرها را می راند سپس آنها را گرد هم می آورد سپس آنها را به صورت جمع در می می آورد و می بینید که باران از درون آن بیرون می آید. باد. آیا تا با حال به قدرت آنها فکر کرده اید؟ این چیزی که ما از دمیدن آن در صورت و موهای ما لذت میبریم چیزی هست که ابرها را نگه میدارد. دسته های پنبه در آسمان که صدها هزار کیلو تن وزن دارند چقدر عالی است. سبحان الله. ابرها گاهی اوقات آنها نرم به نظر می رسند مانند چیزی که مستقیما از یک افسانه بیرون آمده است. گاهی اوقات خاکستر تیره و عصبانی هستند و خبر یک طوفان قریب القوی را منتقل می کند. این خلقت شگفت انگیز خدا را چشمهای ما در هر بار دیدن آنها شگفت زده می شود. ببینید که خداوند چگونه شکلگیری و باران را 1400 سال پیش را توصیف می کند. حقاقی که علم فقط چند ده پیش
کشف کرده است. اگر این مدرک بر قرآن بودن کلام الله خدا نیست، نمیدانم پس چی است. باران، آیا تا با حال احساس کرده اید که از درون مرده اید؟ مانند این که در نبردن درون خود شکست خورده اید و فقط در حال حرکت هستید، احساس ضعف بیش از حد برای خارج شدن از قید و بنده های این جهان را دارید. در این باره تفکر کنید. خداوند سوره الزخرف آیه 11 می فرماید: اوز که باران را از آسمان به میزان محیوب نازل می کند و ما به وسیله آن سرزمین مرده را زنده می کنیم. همان طور که او زمین را از طریق باران زنده می کند، خداوند جل جلاله می تواند قلب مرده همه ما را هم نیز زنده کند. در حدیث الحکیم ابو داود، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: در مورد دو دعا هیچ و رد نمی شود، هنگام آذان و هنگام بارش باران. بنابراین در اینجا یک نکته عملی وجود دارد که دیگر بار دستان خود را بالا ببرید و قلب خود را به سوی الودود المجیب، خداوند دوست داشتنی خود بگذارید که غم و درد شما همراه باران ششته شود و بدانید که خداوند از شما مراقبت می کند، قلب شما را پرورش می دهد و آن را دوباره زنده می کند انشاءالله. موضوع دیگر، پرنده ها. خداوند در سوره الملک آیه 19 می فرماید: آیا آنها پرندگان بالا سر خود را با بالهای باز و گاه جمع شده نمی بینند؟ هیچ کس آنها را جز رحمان مهربان نگه نمی دارد، خداوند او از هر چیز بیناست. به روزهای فکر کنید که احساس می کردید و یا احساس می کنید که به سختی می توانید صبحا از تخت را ترک کنید. روزهایی که خیلی نگران بودید چگونه می توانید در آمد کافی برای تغذیه خانواده خود کسب کنید. روزهایی که آنقدر از امنیت خود می ترسیدید که حتی خروج از خانه یک شجاعت بود. همه نگرانی ها که دائما افکار ما را درگیر می کند و همه نگرانی هایی که ما مدام برای دور نگه داشتن آنها می جنگیم، چی کسی است که ما را در همه این مشکلات پشت سر می گذارد و به ما قدرت می دهد تا از پس آن برآییم؟ چی کسی است که اطمینان می دهد که ما راست قامت از طرف دیگر بیرون می آییم؟ در حقیقت هیچ کس ما را جز از رحمان بالا نمی گیرد. بگذارید پرندگان شما را به یاد تنها کسی بیندازد که مطمئن هستید و باشید که امور خود را به او واگذار کرده اید. خداوند جل جلاله توکل را در شما الهام می بخشد انشاءالله. موضوع دیگر، درختان. و وقتی که به درختان نگاه می کنید به چی چیز فکر می کنید؟ سرسبزی زیبا، منبع اکسیژن، یا شاید شما را به یاد فصلهای مثل زمستان، تابستان، بهار ببرد؟ در اینجا چیزی هست که خداوند جل جلاله از شما می خواهد تا در مورد این خلقت شگفت‌انگیز بیندیشید و از آن درس بگیرید. خداوند جل جلاله در سوره ابراهیم آیه 24-25 می فرماید: آیا ملاحظه نکرده اید که خداوند چگونه مثال می زند؟ کلمه خوب مانند درخت خوب است که ریشه آن محکم و شاخه آن در آسمان استوار است. میوه خود را همیشه و با اجازه پروردگار خود تولید می کند و خداوند برای مردم مثال های می زند که شاید به آنها یادآوری شوند. در دیگر آیت سوره ابراهیم در آیه 26-27 خداوند می فرماید: او مثال یک کلمه بد مانند یک درخت بد است که از سطح زمین کنده شده و هیچ ثبات ندارد. خداوند کسانی را که ایمان آورده اند با کلمه محکم ثابت نگه می دارد و در زندگی دینوی و آخرت و خداوند ستمکاران را گمراه می کند و خداوند هر چی بخواهد انجام می دهد. نقطه عمل این موضوع،
وقتی خانه خود را ترک می کنید و با درختان روبرو می شوید، بگذارید آنها یادآور این باشند که خوب کلمات مهربان شما را به خداوند جل جلاله نزدیک می کند. شاخه هایش که در آسمان و منبع ثابت برای شما خواهد بود، دائما میوه می دهد به خواست خدا انشاءالله. و چگونه یک کلمه بد به عنوان مثال غیبت، دروغ و غیره می تواند به همان ترتیب شما را از خداوند دورتر کند. بگذارید این یادآوری برای عمل به توصیه های رسول خدا صلی الله علیه وسلم باشد که می فرمایند خوب صحبت کنید یا سکوت کنید. موضوع دیگر کوها. خداوند سوره الحشر آیه 21 می فرماید اگر ما این قرآن را بر کوه نازل می کردیم، می دیدید که از ترس خدا فروتن شده و جدا می شدن. و این مثال ها را به مردم اراهه می دهیم که شاید آنها فکر کنند. این آیه به اندازه ای هست که وقتی به آن فکر می کنیم، هر کسی را محبود می کند. و من می دانم که بسیار از ما واقعا کوها را نمی بینیم مگر از طریق تصاویر موجود در اینترنت. بنابراین در اینجا چشم انداز دیگر وجود دارد که باید از آن فکر کرد. در مورد کوها زندگی خود باید از فکر کنیم. کوه غم و اندوه را که در قلب خود حمل می کنید، کوه درماندگی که گاه شما را فرا می گیرد، کوهای غفلت و گناه که شما را از خالق خود دور می کند، کوه غم و اندوه که مرتباً پایین می آید، کوهای انتظارات و مسئولیت هایی که روح شما را سنگین می کند، این همه کوها با کلام الله جل جلاله با آنها روبرو شوید. ببینید چگونه آنها را مقایسه بندی کرده و بر آنها غلبه می کند. وقتی پای قرآن بایستید و خدا را قوت خود قرار دهید، و خواست خدا هیچ چیز نمی تواند شما را متوقف کند. موضوع دیگر آب. خداوند در سوره الملک آیه 30 می فرماید بگو آیا فکر کرده اید اگر قرار باشد آب شما در زمین فرو رود، پس چی کسی می تواند برای شما آب جاری بیاورد؟ تصور کنید درست زمانی که شما برای دوش گرفتن آمده شوید آب تمام می شود. آیا تا با حال به این فکر کرده اید که اگر آب نداریم وضعیت ما چگونه خواهد بود؟ وقتی یک روز یا قسمت از آن که کمبود آب داریم نفرین می کنیم، اما آخرین باری که خداوند جل جلاله را آگاهانه شکر کردیم که اجازه داد از آن لذت ببریم کی بود؟ بسیار آسان است که احساس حق کنیم و این نعمت حیات خداوند را برای خود مسلم بدانیم، اما اگر از بین برود چقدر دوام می آوریم؟ در سوره ابراهیم آیه 7 خداوند جل جلاله می فرماید خداوند قول می دهد اگر سپاسگزار باشید من شما را به نفع افزایش می دهم. نقطه عمل این موضوع. در این زمان که بسیاری از مردم روی زمین آب تمیز برخوردار نیستند، اجازه دهید فعالانه از آن سپاسگزار باشیم از خداوند جل جلاله. نقطه اقدام آخری این موضوع که بسیار مهم است، نقطه عمل، کسی را که همه چیز را خرق کرده ستایش کنید. این یک نوع تمرین ذهنی است. هر زمانی که به چیز خاص که در طبیعت نگاه می کنید، به یک آیه یا جمله در مورد آن فکر کنید که شما را به یاد خدا می اندازد. شاید این قیاس خدا باشد در کتاب او یا حدیث رسول ما صلی الله علیه و سلم. و همان طور که خداوند در قلب خود از طریق آفریده های او می بینیم و به یاد می آوریم، فراموش نکنیم که هدف دیگر از وجود خود را انجام دهیم که تسبیح و خدا را ستایش است. ما موضوع امروز خود را به آیه زیر از قرآن به پایان می بریم. خداوند سوره الاسراء آیه 44 می فرماید هفت آسمان و زمین و هرچی در آنهاست
او را برتری می بخشند و چیزی نیست مگر اینکه خداوند را به حمد و ستایش خود برتری دهد، اما شما را تمجید کردن آنها را نمی فهمید. خداوند او همیشه بردبار و آمرزنده است. سبحان الله. انشاءالله که همه ما یک چیز نو امروز یاد گرفته باشیم. اگر یاد گرفتین خوشتان آمدی موضوع، فراموش نکنید که این ویدیو را با حسن نیت با دیگران هم بفرستید به کار خیر انشاءالله. و اگر کنم ویدیوهای دیگر را فعلا در صفحه چینل یوتیوب ما ندیدین، مشاهده کنید. تا ویدیوی بعدی، روز خوش، وقت خوش. سلام علیکم.